همه ساله در آستانه آماده شدن مردم برای شرکت در زیارت و مشایع اربعین، اخبار و گزارش های مبنی بر اختصاص بودجه های دولتی نظام ایران در این زمینه بهانه برای به چالش کشیدن این سیل خروشان همه ساله عاشقان ابا عبدالله حسین علیه السلام می شود. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. همه ساله به ویژه در آستانه آماده شدن مردم برای شرکت در زیارت و مشایع اربعین، اخبار و گزارش هایی مبنی بر اختصاص بودجه های دولتی نظام ایران در این زمینه بهانه ای جهت به چالش کشیدن این سیل خروشان همه ساله عشاق الحسین علیه السلام به ویژه در فضای مجازی فارسی می شود. خبر اختصاص 400 میلیارد تومان از بودجه دولت ایران به زیارت اربعین طی روزهای اخیر انعکاس گسترده‌ای در فضای مجازی فارسی داشته است. کاربران زیادی علیه این خبر واکنش نشان دادند و به ویژه آن را در ابتدای شروع به کار دولت جدید ایران نشانه‌ای از تداوم مسیر سابق در اختصاص بودجه‌های دولتی برای یک برنامه زیارتی عبادی دانستند. فاضل میبودی از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در شبکه اجتماعی ایکس در این زمینه چنین نوشته است: از دغدغه‌های دکتر پزشکیان فیلترینگ بود که خیلی از شغل‌ها را تعطیل کرده بود. چی شد؟ معاون اول 400 میلیارد برای اربعین اختصاص دادن. چرا؟ دغدغه این دولت اربعین نبود. اربعین را به خود مردم واگذار کنید. این پولها را به مدارس سیستان و بلوچستان اختصاص دهید تا بچه ها به راحتی درس بخوانند. این است حق و عدالت. همواره برخی دولت ها سعی می کنند از زیارت اربعین برای اهداف سیاسی خود بهره گیری نمایند و با اختصاص بودجه و اعزام نیروهای سیاسی وفادار خود با موج سواری و پروپاگاندا ماهی خود را از این برنامه زیارتی بگیرند. حالان که زیارت اربعین یک برنامه مردمی بوده و باید چنین بماند. جلوگیری از گران شدن بلیت زیارت اربعین و مبارزه با سودجویی در این زمینه و رایگان کردن ویزا و حتی امکان برداشتن ویزای زیارتی برای زوار افغانستانی و پاکستانی ویزای اربعین برداشته نشده است از دیگر خدماتی است که انتظار می رود دولت‌ها در آن فعالان نقش آفرینی داشته باشند. اختصاص بودجه‌های دولتی و شهرداری‌ها برای براه‌اندازی موکب‌ها و ارائه خدمات رایگان تغذیه و اسکان زوار در ایران و عراق از بودجه‌های دولتی و شهرداری‌ها یکی از موارد ضربه‌زننده به این حرکت مردمی است. در عین حال دولت‌ها به عنوان متکفل و متصدی امور عامه باید تسهیلگر زیارت اربعین باشند و اگر قرار است بودجه‌ای صرف شود با رعایت حد اکثر صرفه‌جویی باید در زمینه خدمات ایمنی راه و ترابری، راه اندازی پارکینگ های ارزان قیمت برای پارک خودروهای زوار در نزدیکی پایانه های مرزی، خدمات امداد اولیه و بهداشت و درمان مسافران و تسهیل و تسریع آمد و شد زوار از پایانه های مرزی صرف شود. قصه تکراری حمله به زیارت اربعین به بهانه مداخله دولت ها با صرف بودجه برای دولتی کردن این سنت کهن اسلامی شیعی هرگز نتوانسته از جنبه مردمی آن بکاهد. از شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان آمریکا که همکنون در کربلا به سر میبرند پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. حاج آقای هدایتی سلام و عرض ادب. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و در خدمتتون هستم.
ممنونم. جناب هدایتی، متاسفانه مشایه اربعین همواره از دو سو مورد هجمه قرار می گیرد. از یک سو از طرف رسانه های فارسی زبان خارج از ایران و از طرف دیگر از سوی برخی افراد ناآگاه در داخل ایران که تصور می کنند بودجه مشایه اربعین توسط دولت ایران تأمین می شود، در حالی که این شهره چند صد ساله کاملا مردمی و مربوط به شیعیان عراق است. جناب هدایتی، لطفاً در این زمینه روشنگری بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما برش اولیا در واقع مذهبی منان به طور کلی در این چند بشه مواجه بودن. یک دانی باره در برنامه از همه رخدادها استفاده کنن به نفع اون اهداف دین ستیزانه خودشون، و طبیعتا یکی از مراسم پرشور جهانی که اختصاص به ملیت خاصی نداره و از همه اقوام جهان و شاید بگیم تنها کارنوال و همایش جهانی چند ده میلیونی هست که بیمثال و بی‌نظیر هست، طبیعتا اون جبهه و اون کسانی که به نوعی مقابله میکنن و دین رو میخوان هدف قرار بدن، طبیعتا باید بیشترین امکانات رو در این زمینه بسیج کنن. این چالش اولی است که جامعه مذهبی و مؤمنان به شکل جدی با اون مواجه هستن در همه زمینه‌ها. طبیعتا برنامه راهپیمایی و مشایعه که اثرگذار هست در جهان تبلیغات امروز و حتی در زندگی معنوی انسان‌ها مورد هدف اساسی این گروه هستند. چالش دوم مواجهه جامعه سنتی مذهبی و مؤمنان و توده مردم با جمهوری اسلامی هست که دیگه خاص و عام و همه می‌دانند که استفاده ابزاری می‌کنه از دین، و این چالش هم بسیار مهم هست، نه تنها در باره فقط اربعین، در دیگر رخدادهای مذهبی، جشن‌ها، شهادت، مناسبت‌ها، حرم و سفر، دائر مذهبی هدفمند به عنوان یک ابزار حاکمیت از استفاده می‌کنه. میتونن دوستان مراجعه کنن. تا سال 2011 حکومت ایران به نوعی مقابل کرد که مردم در راه پیمایی حرکت نکنن، و بعد وقتی دیدن نمیتونن جلو این حرکت جهانی رو بگیرن، طبیعتا آمدن موج سواری کردن. من نکته و در این فرصت بسیار تا این رو عرض بکنم که حاکمیت این اختصاص مقداری که اختصاص داده برای ایام اربعین، در واقع این بودجه برای ترویج و تبلیغ مراسم اربعین نیست، برای خدمات شهری و شهروندی هست برای مردم. اگر یک شهری عده‌ای از مردم ایران اینا حرکت کنن، یک کارنوال ورزشی رو بخوان انجام بدن، مثلا یه دو چرخ سواری یا مثلا دو امدادی راهپیمایی طولانی چند ده کیلومتری مثلا بین شهری که مرسوم هست بر همه کشورهای دنیا، آیا وظیفه حاکمیت نیست که خدمات شهری به مردم بده، از آمبولانس، خدمات بهداشتی، خدمات اورژانسی؟ این بودجه‌ای که اعلام شده در واقع در داخل ایران مصرف میشه برای اینکه این سیل جمعیتی که حرکت میکنن در این هوای گرم و امکانات میخوان، آب میخوان، بهداشت میخوان، اینها تامین بشه. این اصلا ارتباطی با مراسم اربعین نداره. من خیلی تعجب میکنم یه شخص مثل آقای فاضل میبودی طور یک در واقع گاف و سوتی بزرگی میده که باید فقط برای ایشون تأسف بکنیم. این اختصاص به مراسم اربعین این بودجه نداره، صرفا حاکمیت برای خدمات رسانی مردم که یک وظیفه سیاسی اجتماعی هست باید انجام بده و در همه دنیا مرسوم هست، این بودجه رو اختصاص دادن. ارتباطی هم به اربعین نداره. اربعین سابقه یک کهن بیش از هزار ساله داره. ممنونم. این راه بیمایی جناب هدایتی، ممنونم.
با تشکر از شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان آمریکا که همکنون در کربلا به سر میبرند و پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.